یاد گرفتم که قوی باشم. به یاد شهید قیام مجید طوس‌پرور. شهید قیام مجید طوس‌پرور جوانی 27 ساله از شهر اسلام شهر، شهرک امام حسین بود. دیپلم حسابداری داشت و در بانک ملی کار میکرد. جوان دلسوز بود و به همه کمک میکرد. به خاطر همین ویژگی بود که عضو کمک رسان خانه سالمندان شده بود و در زمینه ورزش هم مربی نوجوانان شده بود تا بتونه در این زمینه به اونها کمک کنه. مجید که آخرین بچه خانواده بود بعد از فوت پدرش جای خالی پدرش رو در خانواده پر کرده بود. او دلگرمی مادر و خواهرش بود. مجید در جریان اعتراضات جوانان اسلام شهر فعالانه شرکت کرد. دو ماه قبل از اون که به شهادت برسه، مزدوران رژیم مجید رو از طریق یک ویدئویی که در حال آتش زدن بنر حکومتی بود شناسایی کردن و مجید مجبور شد که مخفی شه. اما محل مجید از طریق مزدوران حکومتی لو رفته و دستگیر شد. روز 2 بهمن دشخیمان خامنه‌ای مجید قهرمان رو در زیر شکنجه به شهادت رسوندن و بعد با خانواده‌اش تماس گرفته و با تکرار سناریوی نخنمای تصادف اعلام کردند که جسد مجید در جاده احمدآباد اسلام شهر پیدا شده است. اما وقتی خانواده‌اش برای تحویل گرفتن پیکر مجید به بیمارستان مراجعه کردند، با حضور مامورین مواجه شدند که اونها را تهدید و وادار به سکوت کردند تا مراسمی برگزار نکنند. و مجید روز 3 بهمن 1401 در حلقه نزدیکانش به خاک سپرده شد. پزشک قانونی در گواهی فوت علت مرگ را نامعلوم نوشته بود. حالان که حتی به خانواده اجازه دیدن پیکر فرزندشون رو هم ندادن. مجید جوانی ورزشکار و قوی بنیه بود، اما هنگام تحویل پیکرش به خانواده گفته بودن به پاهاش فشار نیارید چون خون میاد. این خود گواهی است بر اینکه تن رشید او را زیر شکنجه شرحه شرحه کردن. مجید قهرمان در یکی از پست‌های اینستاگرامش نوشته بود: در مسیری قدم بردار که برای خانواده‌ات افتخار، برای دشمنات حسادت و برای خودت حس خوب داشته باشه. و او در مسیر مبارزه برای آزادی قدم برداشته و با شهادت قهرمانانش باعث افتخار خانواده و تاریخ مبارزان و دلاوران ایران شد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.